گفتگوی هفته رو میبینید که اختصاص داره هر هفته به گفتگو با یکی از صاحب نظران و کارشناسان پیرامون یک موضوع مشخص. و امروز مهمان گرامی برنامه ما جناب اسماعیل نوری‌علا هستند. جناب نوری‌علا، خدمت شما درود میفرستم. به برنامه گفتگوی هفته خوش آمدید. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه شما. سپاسگزارم. من صدای آقای نوری‌علا رو ندارم در استودیو، همکارانم لطف بکنم و صدایشون رو برای استودیو بفرستن که من بتونم صدایشون رو داشته باشم. جناب نوری‌علا، من خدمتتون درود فرستادم ولی صدای شما رو نشنیدم، امیدوارم که صدای منو داشته باشید شما. بله بله، منم متقابلا عرض ارادت سلام کردم خدمت شما. سپاسگزارم. جناب نوری‌علا عزیز، ما امروز خیلی کار داریم، اگر موافق باشید به اصطلاح در قالب گفتگویی که یه مقداری مجبور خواهیم بود اکتفا بکنیم به پاسخهای کوتاه اگر ممکن باشه، برای اینکه موضوعات متعددی هستش که میخواستم با جناب عالی در میون بگذارم، و برای اینکه یه مقداری برنامه رو متفاوت آغاز کرده باشیم. از اونجایی که میدونید مسئله انتخابات الان خیلی مطرحه و انتخاب این جناب حسن فریدون، معروف به حسن روحانی، خیلی امیدهایی به وجود آورده در دل عده‌ای که به دنبال نقطه امید هستن، من از همکارم میخوام که اگر ممکن هست تصاویری رو که بر روی سلاید کامپیوتر داریم اینها رو به نمایش بگذارن. من میخواستم جناب نوری‌علا چند تصویر رو نشون بدم که شاید بتونه دستمایه خوبی باشه برای پرسش اولی که خدمتتون دارم. از اتاق فرمان میخوام که به من بگن بله این رو کامل نشون بدید که دیده بشه، چون یک عنصر اساسی در این تصاویر هستش. بله، که حیف دیده نشه. همونطور که میبینید ما جناب حسن روحانی رو با انواع اقسام و اندازه های مختلف کلید داریم، کلید آبی، طلایی، بزرگ، کوچک، فلزی، عرشبت، مقوایی، کارتونی و غیره. من نمیدونم، احتمالاً ایشون در دوران کودکی به مسئله کلیدسازی و قفلسازی بسیار علاقمند بودن، اما آنچه که دیده میشه حضور بسیار چشمگیر عنصری به اسم کلید هستش، و میبینیم که یکی از هموطنانمون به خود از مایه گذاشته از خودش و دیگه یه 100 تا 200 برایشون آورده که بتونه گره‌گشا باشه. جناب نوری‌علا عزیز، امیدوارم که این تصاویر رو دیده باشید شما هم، و من پرسشی که میخوام مطرح بکنم در راستای این هستش که به نظرتون آیا این کلیدهای متعددی که جناب روحانی ارائه داده با این همه درهای بسته‌ای که در نظام جمهوری اسلامی هستش، چه در صحنه خارجی و چه در صحنه داخلی، آیا فکر میکنید که بتونه گره گشا باشه؟ و به قول قدیمی ها، آیا نوری در ناصیه آقای حسن روحانی میبینید برای آینده نزدیک، میان مدت، دراز مدت یا خیر؟ نظر شما رو جویا میشم در این مورد. عرض کنم که اول بگم که من نه پیگو و پیشگو هستم و نه عرض کنم که مفسر خبر. بله، ولی منطق من به من میگوید که وقتی که یک رژیمی از بنیاد خودش فاسد هست، هر آنچه که از اونم بیرون میاد نمیتونه از اون فساد دور باشه. بله. به نظر من این بازی ها و شوخی ها و کلید حل مشکلات و نمیدونم جام چهل‌کلید حضرت عباس و حقا گره از کار این حکومت اسلامی نخواهد گشود. البته من از صمیم قلب امیدوارم که اتفاقاتی در ایران بیفته که مردم به گشایشی برسن، راحتی بیشتری داشته باشن. هر لحظه ناخشنودی مردم ایران باعث ناراحتی همه ماست، ولی در این حال امید زیاد بستن هم بعد ناامیدی های بزرگ به دوبار میاره. بله. به همین دلیل بنده فکر میکنم که هر کس که تصور کنم که در درون این جمهوری اسلامی قفلی وجود داره که با کلید جمهوری اسلامی باز بشود، دوچار توهم و عرض کنم که فکر بیهوده است. بله. به نظر میرسه جناب نوری‌علا که آنچه که نظام در پیش بوده این بوده که حداقل این توهم رو دامن بزنه، یعنی اون چیزی که به عنوان مهندسی انتخابات در واقع ازش نام می‌بردن به نظر می‌رسه یه نوع مهندسی امیدسازی باشه
که یه حداقلی از این امید شکل بگیره، یه مقداری از تنش شدید حاکم بر جامعه در واقع زدوده بشه و برن به سمت اینکه فرصت و فرجه‌ای به دست بیارن تا ببینن که با این مجموعه مشکلاتی که در جلوی خودشون دارن چه می‌خوان بکنن. آیا فکر نمی‌کنید که نظام جمهوری اسلامی از این طریق در عین حال یک کارت خطرناک رو بازی کرده باشه؟ یعنی خود به وجود آوردن این توهم و امید کاذب، آیا فکر نمی‌کنید که در یه جایی بتونه یقش رو بگیره و براش دردسرهای تازه به وجود بیاره؟ از کنم که من چون فکر میکنم آمدن آقای روحانی علی‌رغم این که میگوین مردم ایشون رو انتخاب کردن، ولی هر جوری که انتخاب شده باشه بیشتر توجهش به مسائل خارج از ایران بوده تا داخل ایران، من گمان نمیکنم که در برنامه های ایشون مسئله حل مشکلات مردم در اولویت باشه، بلکه ایشون آمدن اون اولویت همیشگی حکومت اسلامی رو که حفظ نظام هست بهش پاسخ بدن. بله. و در واقع این محاصره ای رو که از جانب جهان نسبت به حکومت اسلامی شده به یه صورتی رفع بکنن و امیدوار باشن که مثلا در کاهش تحریم ها و نظر بهتر عرض کنم که کشورها نسبت به مسئله اتمی و غیره راه حل های جنبی برای داخل کشور هم فراهم بشه. بنابراین من میگم هیچ گونه خوشبینی ندارم در این قضیه. من فکر میکنم که اتفاقا انتخابات اخیر نشون داد که جمهوری اسلامی به چه سرعتی داره به سوی فروپاشی خودش حرکت میکنه و در واقع آوردن آقای روحانی مثل اون غریقیه که به هر تخت پارهی دست میزنه برای اینکه خودش رو نجات بده. مشکلات جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی به گمان من مشکلات ساختاری عمیق و غیر قابل اسکرافی درست کرده. بسیار خب، پس اینجا باز این سوال مطرح میشه، چرا عده‌ای که یه مقدار هم بین دو صندلی میشینن، یعنی هم رو صندلی اپوزیسیون میخوان قرار داشته باشن و هم یه جوری میخوان به حاکمیت در ایران این ندا رو بدن که آقا ما جزو نیروهای اونقدر خطرناک هم که شما فکر میکنید نیستیم و آماده هستیم که یه زمانی اگر گشایشی نمیدونم نرمشی چیزی از شما دیدیم مثلا دوباره به اون جبهه مبارک قبلیمون برگردیم و زیر علم اصلاح طلبی یا چیزی شبیه به این سینه بزنیم؟ فکر نمی کنید جناب نوری علا که یه مقداری هم از این جوی که حاکم شده و مثلا صحبت از امید و اعتدال و این حرفا می زنن ناشی از حضور این نیروها در خارج از کشور باشه که از بلندگوهای اپوزیسیون، از رسانه های خارج از کشوری دارن همون حرفی رو می زنن که مطلوب نظام در داخل کشور هست؟ 100% به نظر من جناب علی درست می‌فرمایید و این یکی از جنبه‌های خوب ماجرا هست. بله. یعنی اینکه بعد از این 4 سالی که با شعبده‌بازی اصلاح طلبایی که با پاسپورت رسمی از کشور خارج شدند و آمدن در اپوزیسیون نفوذ کردند، ما اولین باره که شاهد این ماجرا هستیم که آنها میگویند که آمدن روحانی مطلوب نظرشون بوده. بنابراین من فکر میکنم که برای یه دوره ای از شر اینها راحت هستیم. اینها دیگه نمیتونن ادعا کنن که انتخابات در ایران آزاد نیست یا عرض کنم که اصلاح طلبها در قدرت نیستن. بنابراین اینها رو تا برن جمع‌بندی کنن و ادعاهای دیگری رو پیدا کنن بیارن، یه فرصتی هست برای نیروهای سکولار دموکرات به خصوص در خارج کشور که بتوانند از این فرصتی که فراهم شده خودشون یه جوری جمع جور کنند و اگر که در 4 سال گذشته وقت خودشون رو به جدال‌ها و کوشش‌های بیهوده صرف کردن، این بار بتوانند به صورت منسجم‌تری عمل بکنند. بله، این تزریق رنگ سبز از 1388 به درون اپوزیسیون به نظر میرسه که یه مقداری دیگه داره رنگش رو از دست میده و با تمایل پیدا کردن به سمت بنفش اینگونه به نظر میرسه که بشه این بار در گوی اپوزیسیون رنگ‌های دیگری رو دید که چهره واقعی اپوزیسیون رو معرفی بکنه. و البته این موضوعی هستش که من امروز به طور مفصل با جناب علی در میون خواهم گذاشت. اما جناب نوری علا، بدون اینکه بخوایم وارد تئوری‌های توطئه و امثال اون بشیم و اینها، فکر میکنید این حضور چشمگیر که من اینجا
کلمه چشمگیر رو میذارم در گیومه و اعلام میکنم به بینندگان عزیزمون که این رو اندازه گیری شده دارم به کار میبرم. حضور چشمگیر این نیروهای اصلاح طلب، نمیدونم آمده به خارج بگیم یا فرستاده شده به خارج بگیم، در رسانه هایی که قرار نبوده به طور خاص بلندگوی این جریان باشن و قرار بوده که رسانه های مستقل حرفه‌ای حالا حافظ منافع دولت های خودشون باشن، و اگر بخوام تعارف ها رو بذارم کنار، منظورم رسانه های مثل بی بی سی فارسی زبان یا وایس آف امریکا هستش و به اصطلاح شاخه های اون مثل رادیو فردا و غیر ذلک، چگونه هستش که این حضرات به این راحتی در این رسانه ها، حتی در بعضی از موارد شاید در جریان باشید، به عنوان سردبیر بخش خبر اینها مستقر میشن و بعد اینها رو که الان میدونید جزو پربیننده ترین تلویزیون های خبری و سیاسی مثلا فارسی زبان هستن در اختیار خودشون میگیرن، این رو ناشی از چه میدونید جناب نوری الان؟ عرض کنم که من بیشتر این رو ناشی از سیاست وزارت خارجه های این کشورها میدونم که اونها هنوز معتقدند که میتوان از طریق تقویت اصلاح طلبان و یه تغییرات سطحی در حاکمیت ایران مشکلاتی رو که خودشون با ایران دارن حل بکنن. اونها از اول با حکومت اسلامی مشکلی نداشتن، هم اکنون خودشون در مصر، در نمیدونم تونس، در سوریه، در هر کجای دیگری مشغول تقویت نیروهای مذهبی هستند. مشکل اونها با به نظر من تلفیقی است که اسلامیست ها یا مسلمانان قدرت طلب با چپ های بازمانده از دوران شوروی براشون فراهم کردن و این مسئله مبارزات ضد امپریالیستی که به ظاهر موجه کننده رفتار اونها هست و در این حال البته تمایلشون به ایجاد امپراتوری اسلامی که خیلی خنده داره که شیعیان بخواهند امپراتوری اسلامی درست بکنن، اینها به نظر من مشکلشون با جمهوری اسلامی هنوز مشکل اصلی نبوده است. اونها نگران حقوق بشر در ایران یا وضعیت اقتصادی مردم نیستن، در اون حدی که مردم شورش نکنن و شمال خلیج فارس رو شلوغ نکنن براشون کافیه، فقط میخوان که این حکومت کمی معتدل بشه، از که با اونها کنار بیاد، مسئله انرژی اتمی رو حل و فصل بکنند و غیره. در نتیجه خب این رادیو و تلویزیون ها هم از کنم که بلندگوهای وزارت خارجه های این کشور هستند و نمیتوانند علی رغم سیاستی که اونها تعیین میکنند عمل بکنند. برای من خیلی عجیب خواهد بود که اگر یک کسی در یک کدوم از این رسانه ها پیدا بشه و علی رغم سیاست مثلا انگلستان یا امریکا عمل بکنه. در نتیجه به نظر من این بدیهیه که اصلاح طلب ها از روز اول یک پشتوانه قوی در خارج کشور داشتند. عرض کنم که تمام دپارتمنت های ایران شناسی و اسلام شناسی وسیله ای بود برای که اینا بیان بیرون و بتونن خودشون جا بندازن توی اپوزیسیون و هنوزم همین گونه هستش. هنوز من احساس نمی کنم که مثلا آقای اوباما در نظر خودش یا سیاست خودش راجع به ایران تغییری بده. یک وجه دیگر این موضوع هم البته این است که هیچ کدام از نیروهای ضد حکومت اسلامی، نیروهایی که معتقد به حکومت ایدئولوژیک نیستند، هنوز در منصه ظهور نیامده اند که بتوانند به صورت عددی خودشون رو مطرح کنند و نظر سیاستگزاران خارجی رو متوجه این بکنند که یک نیروی منسجمی هم وجود داره. زنده باشید. من میخوام این رو بگم، شما صحبت از حمایت ایالات متحده امریکا از حکومت‌های اسلامی یا شبه اسلامی کردید در مصر، در تونس. در یکی از همین برنامه ها چند هفته پیش بود که من گفتم چهار جمهوری اسلامی که در منطقه خاورمیانه و بگیم آسیا مستقر هستش به همت والای ایالات متحده آمریکا بوده. یعنی شما نگاه بکنید، جمهوری اسلامی پاکستان هستش که خواستن در مقابل هند متحده اتحاد جماهیر شوروی داشته باشن، بنابراین ازش حمایت کردن به صورت خیلی اساسی.
نگاه بکنید به حرکت‌های خطایی که در 1357 صورت گرفت و منجر به استقرار جمهوری اسلامی در ایران شد و بعد هم در سال 2001 اشغال افغانستان که حکومت خلافت اسلامی رو تبدیل به جمهوری اسلامی کردش توسط یکی از دلالان شرکت‌های کنوکو نفتی به اصطلاح ایالات متحده به اسم حامد کارزای و بعد آخرین شاهکار هم استقرار نظام جمهوری اسلامی در عراق بودش که ما این رو بعد از اشغال این کشور در 2003 دیدیم. با این حساب من فکر می‌کنم که اگر این رو پیوند بزنیم به آنچه که به عنوان بازگشت اسلامگرایان در کشورهای درست غیر دموکراتیک و دیکتاتوری اما سکولار مثلا مورد عراق رو ما میدونیم، مورد تونس رو میدونیم، حتی مصر رو میدونیم که حکومت اینها حداقل حکومت‌های مذهبی دیگه محسوب نمی‌شدن، استبدادی حتما بودن ولی مذهبی نبودن. فکر نمی‌کنید جناب نوری‌الله که ما بتونیم این رو یه معیار قرار بدیم برای یه مقداری زیر سوال بردن اون کسانی که فکر می‌کنن در روند استقرار دموکراسی در ایران رفتن زیر چتر حمایتی مثلا ایالات متحده آمریکا بتونه کمک بکنه به استقرار یک نظام لایق سکولار در ایران؟ ببینید به نظر من به این مسئله بعد از دو جنبه نگاه کرد. بله. من فکر میکنم که اگر که نیروی پشتوانش حمایت ملت ایران نباشه و خواستار یه حاکمیت ملی نباشه یا بالاخره باید به دامن شرق یا به غرب بیاویزه و به صورت آپاندیس اونها عمل بکنه. بله. و تا به حالم این گونه بوده است، یعنی اینکه همه این حکومت های ظاهرا سکولاری که می فرمایید هم به خاطر اینکه آویزان بودند به این کشورهای دیگر و به نیروی اونها دیکتاتوری سکولار خودشون رو اعمال می کردن بود که عرض کنم که بقا داشتن. همین حرف اخیر آقای رئیس جمهور سابق مبارک رئیس سابق مرسی که امریکایی ها به من گفتن خودتو بکش کنار. حتی در خود کشور خودمون وقتی که پادشاه فقید ایران از سفرهای انگلیس و امریکا میپرسید که من کی باید بدم، اینها همه تجربه هاییست که نشان میدهد که وقتی که کسانی که برای کشوری حکومت میکنن متکی بر حمایت ملت خودشون نباشند معالا در عرض نمیدونم بین 10 تا 20 سال سرنگون خواهند شد. بله. و الان هم من در اپوزیسیون این رو نمیبینم که محاسبه خودشون رو گذاشته باشن در روی جلب اعتماد مردم و تبدیل شدن به سخنگوی مردم، بلکه همشون کرزایوار رو عرض کنم که این هم نشستن منتظر که کی تانک های امریکایی و اسرائیلی را بیفتن طرف ایران که اینا سوار تانک ها بشن برن و ایران و اونجا حکومت بکنن. داله. بنابراین ما هنوز اپوزیسیون مستقل ملی متکی به حاکمیت ملی رو نداریم که بتونیم راجع بهش صحبت. درسته. ما چند وقت پیش جناب نوری‌الله در برنامه با دکتر افتخاری اینجا برنامه مشترکی داریم تحت عنوان تصویر هفته اومدیم از یه مثالی استفاده کردیم و اون مثال مربوط میشد به تئوری سیاسی هومدیپو. شما میدونید که در امریکا یه سری مغازه‌های بزرگ هستش که هومدیپو نام داره و در اون وسایل نمیدونم بنایی و ساختمانسازی و اینا هست. در مقابل اینها معمولا اگر دقت کرده باشید مشتی از این کارگران مهاجر، کارگرانی که در به اصطلاح ساختمانسازی نقش دارن هستن که زمانی که شما میرید اونجا خرید بکنید خودشون رو پیشنهاد میدن، میان جلوی ماشین و به خصوص زمانی که بدونن اومدید که واقعا برای یه کار ساختمانی یا بنایی کارگر بگیرید. به نظر میرسه که این تئوری هومدیپو الان برای بخشی از اپوزیسیون ایران داره عمل میکنه. یعنی ما میبینیم که این جریان معروف لابیگری به صورت خیلی جدی در بخش از اپوزیسیون که امکانات مالی داره فراهم شده و سعی میکنن که دفتری رو هم که برای این کار میگیرن هرچه نزدیکتر به کاخ سفید بگیرن که دیگه از لحاظ جغرافیایی هم دیگه مشکل چندانی نباشه و پولهای کلان خرج میکنن و به نظر میرسه که به جای صرف کردن این پول‌ها و تلاش‌ها و تمام اون چیزی که لازمه برای چنین کار لابینگی برای یا به سمت جامعه ایرانی و جلب نظر و جلب اعتماد لایه‌های مختلف نیروهای اجتماعی اومدن و نمیدونم شاید ناامید از این که بتونن در داخل برانگیزاننده پشتیبانی و حمایت اجتماعی باشن سرمایه گذاری کردن در این زمینه. من این رو بسیار قابل تأسف میدونم جناب نوری‌الله عزیز.
100% اینطوره که میفرمایید. من فکر میکنم که یک نمونه خوشمزش کاندیداتوری آقای امیر احمدی بود که خودشون رو کاندید ریاست جمهوری در ایران کردن و تبلیغاتی که میکردن میگفتن کمپین ما مثلا در دانشگاه برکلی، یعنی اصلا کاری به ایران نداشتن. تمام صحبت این بودش که در دانشگاه های مختلف صحبت برن خودشون رو ارائه بدن، احتمالا برای اضافه شدن به سیویشون بودش، به اینکه شرحال خودشون رو چیز بودن که من کاندید ریاست جمهوری هم بودم. ولی به حال این تصور، یعنی مدت هاست که این مسئله از بین ما ایرانی ها رخت بربسته است، یعنی ما اسیر این شده ایم که سرنوشت ما رو خارجی ها تعیین میکنن و بنابراین چه به نفع مردم خودمون چه به نفع خودمون علیه مردم خودمون باید جواز عبور رو از خارجی بگیریم. این گفتمان اصلی و تفکر اصلی کلونی بیشتر فعالان سیاسی. سپاسگزارم. جناب نورعلی اگر موافق باشید بریم چند پیام بازرگانی ببینیم و به این ترتیب بتونیم وارد بخش دوم از بحث امروزمون بشیم که موضوعات دیگری رو با جناب عالی در میون خواهم گذاشت. من در خدمتتون هستم. زنده باشید. بینندگان گرامی با ما باشید، پیام های بازرگانی رو میبینیم و برمیگردیم. نوریالا هستم و بحث رو پی میگیریم. جناب نوریالا در بخش دوم اگر موافق باشید با هم بپردازیم به یکی از فعالیت هایی که شما در حال تهیه و تدارک اون هستید و نظر به اهمیتی که من به تدریج توضیح خواهم داد که چیه. من برام بسیار جالب بود که امروز بخشی از وقتمون رو به این موضوع اختصاص بدیم، ضمن اینکه موضوع سومی هم هستش که در بخش پایانی برنامه بهش خواهیم پرداخت. من دیدم که جناب عالی و دوستان و همکارانتون در حال تهیه نخستین کنگره سکولار دموکرات های ایران هستید که به نظر میرسه به مناسبت 107 سالگرد انقلاب مشروطه قرار برگزار بشه. از همکارم میخوام که اسلاید مربوط به صفحه اول وبسایتی رو که این اطلاعات رو میتونه در اختیار هموطنانمون بگذاره نشون بدن. آدرس وبسایت در بالای صفحه نوشته شده isdcongress.com هستش. این رو به طور کامل نشون بدید لطفاً. و همونطوری که میبینیم عنوانش هست نخستین کنگره سکولار دموکرات های ایران در بزرگداشت 107 سالگرد انقلاب مشروطه. جناب نوریالا یک توضیح کوتاه بفرمایید که این کنگره قرار هستش که کی برگزار بشه، در کجا برگزار بشه و قدری در مورد چرایی شکلی اون اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. بله چشم. عرض کنم که این کنگره گرد همایی کسانی است که خودشون رو سکولار دموکرات میدونن و در پی این هستند که بتوان یک اتحاد منسجمی از سکولار دموکرات هایی که خواستار سرنگونی رژیم اسلامی هستند و خواستار استقرار یک قانون اساسی سکولار دموکرات بر کشورمون هستند از قبل تشکیل میشه. بله. من البته در ابتداش باید عرض بکنم که من سخنگوی این کنگره نیستم. بله. بلکه یکی از مؤسسین این کنگره هستم. این کنگره الان در حدود 190 امضا در این سایت وجود داره که همه اونها به اندازه من در اینجا سهم دارن، هرچند که خب من از روز اول توی این ماجرا بودم و رفته رفته دوستان دیگر هم بهش پیوستند، ولی این تعلق به عموم داره و امیدواریم که تا روزی که کنگره میخواهد تشکیل بشود تعداد عرض کنم که این مؤسسین هرچه بیشتر باشه. این کنگره عرض کنم همان گونه که در مقدمه عرض کنم سایتش آمده است قصد ندارد که تبدیل بشود به یک گروه سیاسی دیگر در کنار همه احزاب و سازمانها و گروه های دیگر. اگر که چنین میخواست باشه لااقل شخص من که مؤسس و عرض کنم که عضو شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ایران هستم نیازی نداشتم که به این کنگره رو کنم. تصوری که شخص من از این کنگره داره مثل یک به اصطلاح فرنگی ها بهش میگن فوروم، یعنی که یک محل تجمعی که آدمیانی با یک صفات مشترک اما اختلافات نظر متعدد دور هم جمع میشن و راجع به اون مسائل مشترک خودشون با هم دیگر صحبت میکنن. یعنی که مثلا شما نگاه بکنید که
مثلا اینترنشنال سوشالیست فورم. بله. یعنی سوسیالیست‌های دنیا هر سال در یه جای دنیا جمع میشن و راجع به مسائل سوسیالیسم با همدیگر صحبت میکنن. ما الان در خارج از کشور سالهاست که راجع به دموکراسی و سپس وقتی که آمدن و این عرض کنم که پسوند دینی رو بهش چسبوندن، ما به ناچار در تقابل با اونها گفتیم که سکولار دموکراسی یعنی که دموکراسی نمیتونه سکولار نباشه و نمیتونه دینی باشه. ما راجع به این صحبت کرده ایم، ولی این صحبت ها هرگز در هم نیامیخته و با هم دیگه عرض کنم که چفت و بست پیدا نکرده. در نتیجه ما یک متنی رو نوشتیم که در اون متن از خودمون پرسیدیم که ما که میگیم سکولار دموکرات هستیم کی هستیم، و در نتیجه از دل این صفت سکولار دموکرات 10-15 تا صفت دیگر رو به طور منطقی از اونها خارج کردیم. مثلا گفتیم که ما سکولار دموکرات های ایران هستیم. خب بلافاصله مسئله این میادش که خب اگر ایران نباشه، ایران تجزیه بشه، که دیگه ما سکولار دموکرات های ایران نمیتونیم باشیم. پس باید اول بپذیریم که ایرانی وجود داشته باشه و این ایران دارای سکولار دموکرات هایی هست. عرض کنم که این کنگره که امیدواریم که تبدیل بشود به یک جریان هر ساله‌ای که در هر سال این فروم تشکیل بشه و در طول سال هم بتواند فعالیت‌های مختلفی رو تمشیت بده و دارای تشکیلات گرداننده‌ای باشه، قرار است که در روز یعنی همزمان با 170 سالگرد انقلاب مشروط ایران که 14 مرداد هست، ما 3 و 4 ماه اوت که 12 و 13 ماه مرداد می شود عرض کنم که این کنگره رو قرار است برگزار بکنیم. بله. اتفاقا اشاره‌ای که فرمودید شما به اینکه این لابی ها اکثرا سعی می کنن نزدیک کاخ سفید جا بگیرن، عرض کنم که ما هم به دلایل متعددی که اگر لازم باشه توضیح میدم، عرض کنم که به این نتیجه رسیدیم که با نداشتن عرض کنم که بودجه و عرض کنم امکانات بهترین جایی که میتوان این کنگره رو گرفت در ویرجینیا است که خب خیلی هم از کاخ سفید دوست دور نیست. ولی ما نگاهمون به طرف کاخ سفید نیستش. بله. اگر که بتوانیم نیروی در روزگاری بشویم، اون وقت اون کاخ سفیده که باید نگاه بکنه و ببینه که صدای مردم ایران از کدوم حلقومی در میاد. ما الان فقط میخوایم درون خودمون رو تمشیت بدیم، با هم دیگه آشنا بشیم و مسائل سکولار دموکراسی رو در گذشته، حال و آینده ایران بررسی کنیم. یعنی اینکه ما اعتقادمون بر اینه که انقلاب مشروطه در گوهر خودش یک انقلاب سکولار دموکرات بود. بله. که به وسیله عرض کنم که سلطنت و روحانیت فلج شد و نتونستش که اون گوهر خودش رو به وسیله ظهور برسونه. و عرض کنم که اکنون مسائل متعددی ما داریم، جنبش های مختلف رو داریم، تقاضاهای مختلفی رو داریم که به سکولار دموکراسی مربوط میشه. و عرض کنم که قسمت سومش هم به آینده سکولار دموکراسی در ایران میپردازه که امیدواریم که نمایندگان سازمان های مختلف سکولار دموکرات در اون شرکت کنند و پرسپکتیو خودشون رو نسبت به آینده ایران بیان کنند. بسیار خوب، ما حتما از روی گوگل مپ نگاه خواهیم کرد جناب نوری، علاوه فاصله جغرافیایی شما تا کاخ سفید رو بتونیم پیدا بکنیم و قضاوت میکنیم. اما اگر اجازه بفرمایید، من میخواستم برای چند دقیقه هم که شده جناب نوری علاوه برم در پوست به قول معروف، به قول فرنگی ها دیولز ادوکیت یا وکیل شیطان، و جناب عالی رو در رابطه با یکی از نکات که اتفاقا در همین مقدمه که گفتید به چالش به طلبم، ببینم که آیا این پرسشی که برای من مطرح هستش برای سایر هموطنان اونم شاید مطرح باشه، میتونه پاسخ قانع کننده رو یا روشنی رو از جانب جناب عالی به عنوان یکی از به هر حال تصور میکنم مغزهای متفکر این جریان دریافت بکنه، با تمام تواضعی که میدونم شما برای جایگاه خودتون در این کار قائل هستید. من در همین مقدمه‌ای که فرمودید دیدم که
آنچه که نوشته شده در ابتدا یه مقداری برای منی که با دید تقریبا میشه گفت سیاسی سعی میکنم به موضوعات سیاسی حداقل نگاه بکنم و برای من چنین حرکتی یعنی کنگره سکولار دموکرات های ایران یه مقدار رنگ و بوی سیاسی داره، یعنی اینو من یه حرکت ادبی یا فرهنگی یا یه چیزی شبیه به این نمیدم. معلومه که برای به اصطلاح آینده کشور هستش و اون چیزی که در حال حاضر ما به عنوان خطرات جدی در برای میهنمون احساس میکنیم. متنی که در صفحه اول یاد میشه بخشش و بعد با کلیک میتونیم به متن کامل مراجعه بکنیم، من یه بخشش رو میخونم که بینندگان عزیز اطلاع داشته باشن در مورد چه صحبت میکنیم و بعد پرسشی رو از شما در این مورد مطرح میکنم. آمده: نخستین کنگره سکولار دموکرات های ایران. دوست ارجمند، به پایگاه اینترنتی نخستین کنگره سکولار دموکرات های ایران خوش آمدید. این کنگره نه از آن شخص خاصی است، نه برای ایجاد حزب و سازمان و گروه جدیدی برگزار می شود. این جمله کوتاه ممکن است در ابتدای امر منفی تلقی شود، اما چگونه می توان کنگره ای تشکیل داد متشکل از لیبرال دموکرات ها تا سوسیال دموکرات ها، از جمهوری خواهان تا پادشاهی خواهان، از مسلمانان تا ایرانیان یهودی و بهایی و مسیحی و زرتشتی، از بی خدایان تا عارفان، از فیلسوفان تا دهریون با هر زبان و فرهنگ و ریشه و قومی، و از دل آن یک حزب سیاسی بیرون کشید. اتفاقا سوالی هم که من دارم همینه جناب نوریانو. من این متن برام متن بسیار زیبایی، اولا تبریک میگم به فرد یا افرادی که این متن رو این گونه شایسته تهیه کردن، اما برای من این سوال به وجود میادش که آیا واقعا ما ایرانی ها برخلاف بسیاری از ملل دیگه که برای نجات کشورشون اومدن به پای تشکلیابی های محدودتر با آمبیشن ها یا در واقع بگیم آرزوها یا جاه طلبی های محدودتر مشخصتر، آیا ما میتونیم واقعا یک استثناء باشیم ما ایرانی ها و زمانی که صحبت از موضوعاتی تا این حد حساس مثل تجزیه کشورمون به طور مثال، حمله نظامی به کشورمون و غیره هستش، آیا میتونیم با نگاهی چنین، من اسمشو میذارم شاعرانه، عارفانه، ادیبانه و نگاهی مقدار فرهنگی و شاید بشه گفت غیر سیاسی، بریم سراغ یه موضوعی که ذاتاً سیاسی هستش، یعنی فراهم کردن یه نیروی، حالا هر چقدر گسترده که بخواد باشه، ولی فراهم کردن یه نیروی که قدرت عمل داشته باشه و بتونه از خودش چیزی نشون بده برای گره‌گشایی در این بنبست تاریخی که کشورمون به اصطلاح درش گرفتار هستش. من از اینجا آغاز میکنم جناب نوریالا. آیا فکر نمی‌کنید که اپروچ یا برخورد بنیانگذاران این کنگره با موضوع به اندازه کافی سیاسی نباشه، حداقل بر پایه همین متن کوتاهی که خدمتتون عرض کردم؟ عرض کنم که این البته برمیگرده به تعریفی که هر کدوم ما از کار سیاسی میکنیم، ولی من میخوام نظر شما رو به این جلب بکنم که این اتفاقی که میخواد بیفته بر بنیاد یک نظریه‌ای بوده که 4 ساله دوستان مختلفی دارن روش کار میکنن. بحث سر این بوده که وقتی که جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد و سرکوب شد، بخشی از ما ایرانی های خارج از کشور به این نتیجه رسیدیم که این مردم که اینجور سینه سپر میکنن، کشته میدن، شکنجه میشن، تجاوز میشه بهشون، اینا نیومدن حکومت اسلامی رو حفظ بکنن و عرض کنن به دوران طلای امام خمینی برگردن، بلکه اینها آمدن کشورشون رو پس بگیرن و حکومت رو از آن خودشون کنن، حالا سرکوب شدند و غیره. و در نتیجه جنبش سبز به گوهر یک جنبش سکولار دموکرات است، خواستار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی هست، جانم فدای ایران میگوید. و در نتیجه وقتی که این سرکوب در داخل کشور اتفاق میفته، وظیفه ما خارج کشوری هاست که در ساحل امن نشسته این که لااقل بیاییم و این فکر عرض کنم که حکومت سکولار دموکرات رو بیاریم به جلوی صحنه سیاست و ازش یک گفتمان سیاسی بسازیم. ببینید در تاریخ دنیا ساختن گفتمانهای سیاسی بلافاصله انجام نمیشه، مدتها طول میکشه، مرارت میخواد، پایمردی میخواد و غیره.
ما حتی شاهد هستیم در کشور خودمون گفتمان اسلامی شدن حکومت از زمان سال 42 مثلا یا 3 که آقای آل احمد اون کتاب خودش رو نوشت، بله، تا اینکه بقیه بهش بپیوندن 15 سال طول کشید تا تبدیل بشه به یه حرکت سیاسی. بنابراین ما اعتقادمون بر این بود که ما باید دو تا خط موازی رو با هم آغاز بکنیم، یکی در طریق گفتمانسازی و دیگری در طریق متحد کردن نیروهایی که به این گفتمان میپیوندن. و برای این خط دوم ما سه مرحله رو گذاشته بودیم، یکی این که یک گروهی از نهله‌های مختلف فکری دور هم دیگه جمع شن و یک کمیته تدارکات تشکیل بدن، یعنی خودشون رو برای خودشون تعریف بکنن و بگن ما تدارک چی هستیم برای اینکه یک سقفی فراهم بکنیم که سکولار دموکرات ها دورش جمع شن. و اعتقاد ما بر اینه که خود این جمع شدن ناگزیر تبدیل خواهد شد به جاده‌ای که میتواند ما رو به سوی ساختن یک شورای عالی، شورای هماهنگی نیروهای سکولار دموکرات و حتی یک آلترناتیو سکولار دموکرات برسانه. ما در این مدت با دو تا مشکل روبرو بوده ایم. بله. اعتقاد ما این بوده که کنگره و اتحاد نیروهای سکولار دموکرات به دو صورت ممکن نخواهد بود. یکی این که بر حول یک فرد خاص جمع بشیم یا بر حول یک گروه خاص جمع بشیم. به همین دلیل مثلا گروه ما شبکه سکولارهای سبز هیچ وقت ادعا نکردش که ما میخواییم آلترناتیو بشیم. گفتیم ما آلترناتیو ساز هستیم، سربازان این راه هستیم. و در نتیجه به نظر من تجربه های گذشته این 4 ساله نشان داده است که این تئوری درست بود و اگر یک نفر بخواهد بیاید وسط به همه رو دور خودش جمع بکنه دافعش بیشتر از جاذبه‌اش خواهد بود. یه عده میذارن در میدارن برای اینکه خب نمیخوان که دور اون محور جمع شن، یا اگر یه گروه سیاسی، یه حزب سیاسی بیاید بگوید بیاین دور پرچم من جمع شن. یه سوال کوچیک، چون میدونم که جناب عالی به عنوان جامعه شناس هم به موضوعات نگاه میکنید، این خیلی پرانتز کوتاهی اگر موافق باشید زودم ببندیمش که از بحث منحرف نشیم، این عدم گرایش ایرانیان به خصوص در این یکی دو دهه گذشته برای اینکه برن حول محور یک فرد و متحد بشن رو، اینو شما به خاطر خصلت گریز از مرکزی که در ایرانیان خیلی قوی هست میبینید، یا این رو نشانه مبارکی از ظهور اون چیزی که بهش فرد و فردیت میگن میبینید که اولیش تقریبا میشه گفت منفی است و دومی شاید بشه گفت مثبت به یه شکلی؟ من قضیه رو منفی میبینم نه مثبت. یعنی این که به نظر من هنوز استعداد کار جمعی، خرد جمعی، فکر جمعی در ما زیاد رشد نکرده. بله. ما همچنان به دنبال ظهور امام زمان و عرض کنم که نادرشاه و رضاشاه و اینا هستیم که بیان چکنشون رو پاشون کنن و ما رو از این مزلت خارج بکنن. من فکر نمی کنم که این منتالیته به این آسونی ها دست از سر ما برداره. ولی مشکل در اینه که متاسفانه ما در اپوزیسیون خارج از کشور چنین چهره کاریزماتیک و جاذبی رو نداریم که میشود آنگاه از دیدگاه دوم گفتش که شاید همین فقدان یک چهره کاریزماتیکی که بتواند همه نیروها رو خلع سلاح بکنه و دور خودش جمع بکنه یکی از شانس‌های ماست که شاید بتوانیم برسیم به فلسفه اشکان کار دسته. بله، بای دیفالت. بله، بسیار خوب. شما فرمودید که به اصطلاح امکان این که یک چنین ایده‌ای بتونه در قالب حزب هم، یعنی حول محور فرد متوجه شدیم پس امکان پذیر نیستش، ولی حول محور حزب هم شما چندان بهش باور ندارید. و در این زمینه من بسیار مایلم که اتفاقا مراجعه بکنم به یکی از نوشته های خود جناب عالی که من نوشته خیلی جالبی دیدم در تحقیقی که میکردم. شما در 22 نوامبر 2008 جناب نوری‌الله یک پیامی فرستادید برای کنگره هفتم حزب مشروطه ایران، اگر خاطرتون باشه عنوانش بود مشروطیت، تحزب و گریز از ایدئولوژی. برای کسانی که علاقمند هستن اگر اتاق فرمان این اسلاید رو نشون بدن، آدرس به اصطلاح دقیق این مقاله رو هم ما گذاشتیم که
بله البته با رنگی که انتخاب شده چندان گویا نیست، ولی روی سایت پویشگران.com میتونید این رو پیدا بکنید که مجموعه مقالات آقای نوری‌علی اونجا هستن. یکی از اونها به تاریخ 2 آذر 1387 مربوط میشه به این پیامی که جناب نوری‌علی برای این کنگره فرستادن. و من اینو میخوام بگم، در این مقاله اتفاقا شما در بخشیش خیلی خوب یه نکته‌ای رو میگید که من الان مایلم بدونم آیا در تضاد با این چیزی که پیرامون این کنگره مطرح هستش قرار نمیگیره. این رو به عنوان یه شک و تردید مطرح میکنم تا شما در واقع کمک کنید به من که از این حالت مردد بیرون بیام. شما در این مقاله یا در اون پیامتون اینگونه میگید، میگید من باور دارم که کار سیاسی باید در داخل احزاب انجام گیرد و کشوری که مجاری و رگهای سیاسیش از درون بدنه احزاب سیاسیش نگذرد هنوز به دوران تاریخ مدرن پا نگذاشته است. بعد ادامه میدید، اما باید عرض کنم که اعمال این نظر حتی برای شخص خود من که گوینده آن هستم نیز امر بسیار مشکلی است. یعنی این روزها هر کس که میخواهد حرف سیاسی بزند اول بادی به قبقب میاندازد و اعلام میدارد که من به هیچ حزب و گروه و دسته وابسته نیستم. نتیجه این که در جامعه ما حزبی نبودن تبدیل به یک ارزش شده است و این هم خود خبر از عدم بلوغ سیاسی ما میدهد. من میگم جناب نوری‌علی شما که به این حداقل همسوی با نظری که من شخصا روی موضوع استقرار دموکراسی در ایران و نقش احزاب در این مورد دارم، به این خوبی اینجا در سال 1987 ذکر کردید که در نهایت ما میبایستی از این مجرا یا مجاری تحزب حزبسازی عبور بکنیم. چرا بعد از چندین سال، چون این ببینید برمیگرده به دوران یک سال قبل از جنبش سبز حتی و عملا 4 سال هم بعدن خود این مسئله جنبش سبز و داده شدن قضیه در قالب‌های بسیار پیچیده میتونه اضافه بکنه، چرا امروز در 1392 برای جریانی که هنوز قرار یک ماه دیگه اجرا بشه شما آستین‌ها رو بالا نزدید که در راستای این باوری که دارید برید به سمت تبدیل کردن یک چنین حرکتی به یک جریان حزب‌گرا، اگر بتونیم اسمش رو بذاریم؟ عرض کنم که 2 تا دلیل بر این مسئله من دارم. بله. نخست این که من در زمینه فکر خودم دست به عمل زدم و شبکه سکولارهای سبز به وجود آمده و الان یکی از بزرگترین تشکلات سیاسی خارج از کشور هست. در 23 عرض کنم که کشور جهان ما عرض کنم که عضو داریم و انجمنهای سکولار سبز ما دارن کار میکنن. بنابراین من از اون قضیه غافل نبودم و داخل شبکه خودمونم همواره این بحث برقرار بوده است که ما یه روزی باید این شبکه رو تبدیل به حزب بکنیم. و مشکل در این است که به نظر من حزب دارای برنامه ایدئولوژی با آی کوچیک و عرض کنم که مأموریت و عرض کنم که نگاه مشخصی هست. بله. و سکولار دموکراسی یک امر عامی است، همینطور که در همون مقدمه این سایت گفته این. بله. ما هم سوسیال دموکراسی داریم هم لیبرال دموکراسی داریم، اغلب در تضاد با هم میتونن قرار بگیرن اما در این حال هر دوتاشون سکولار دموکرات هستن. بنابراین من فکر میکنم که ایجاد یک حزب سکولار دموکرات ناممکنه، فقط میشه به صورت یک جبهه یا اتحادیه سکولار دموکرات ها دور هم جمع شن. اما این دوتا کار نافی هم دیگه نیستن. من همچنان معتقدم که احزاب سیاسی باید در ایران آینده نقش عمده رو بازی کنن و من خودم چون خودم رو سوسیال دموکرات میدونم خودم رو در یک حزب سوسیال دموکرات میبینم و آرزوم اینه که بتونیم یک روزی همین شبکه سکولارهای سبز رو تبدیل بکنیم به حزب اشکال سوسیال دموکرات ایران. این دوتا رو من در تضاد با هم دیگه نمیبینم. بله. من این کنگره رو ببینید، تصوری که شخصا از این کنگره دارم مثل سازمان ملل میمونه. سازمان ملل موازی سازی با هیچ کشوری نیست، بلکه یک سقفیه که ملل مختلف درش عضو هستن، در طول سال مسائلشون رو با هم دیگه حل میکنن،
عرض کنم که دارای شورای امنیت هستن، دارای مجمع عمومی هستن و همه کشورها هم سالی یه دفعه مثلا در مجمع عمومی شرکت میکنن. برخی از این کشورها با هم میجنگن، بعضیشون با هم صلح کردن، بعضیشون با هم روابط اجتماعی و نمیدونم فرهنگی و غیره دارن. اونجا یه فرومی، یه سختی هستش که میتونن مسائلشون رو با هم دیگه حل و فصل بکنن. بله. و به نظر من از آنجا که ما اپوزیسیون سکولار دموکرات انحلال طلب مشکل اصلیمون در حال حاضر عرض کنم که وجود حکومت اسلامیه، بنابراین به نظر من این که ما با هم توافق بکنیم که در راستای فروپاشی و براندازی این حکومت هر کاری که دستمون برمیاد بکنیم و برگردیم به یک ایرانی که متعلق به ملت ایرانه، حاکمیت ملی درش برقراره، در اونجا فقط با از طریق تعذب هستش که ما میتوانیم دموکراسی رو در ایران برقرار بکنیم. اگر که یک حزب سوسیال دموکرات اونجا وجود داشته باشه و برنامه های خودش رو به مردم ارائه بده، مردم 4 سال اون رو انتخاب میکنن، حوصله‌شون سر رفت دست اون، دیدن به بنبست برخوردن، برمیگردن سراغ یک حزب مثلا لیبرال دموکرات یا انواع اقسام مسائل دیگه. من بیشتر اصل تعصب رو در داخل کشور میبینم تا در خارج کشور. بسیار خوب، ولی بس بر سر این هستش جناب نورعلا که ما داریم در مورد اپوزیسیون صحبت میکنیم و فکر میکنم شما هم موافق هستید، چون در ابتدای برنامه هم به صورت غیر مستقیم اشاره کردید که ما وقتی از اپوزیسیون نام میبریم منظورمون نیروهایی هستند که با تمامیت، جامعیت و کلیت نظام جمهوری اسلامی مسئله دارن و بهترین راه حل برخورد با اون رو کنار زدنش، که حالا عنوانش براندازی، سرنگونی، انحلال طلبی هرچی هستش، کنار زدن اون میدونن. و ما الان به اصطلاح در یک مرحله پیش از مرحله‌ای هستیم که شما به عنوان مرحله ایدئال برای استقرار تعصب در ایران ازش نام میبرید و اونم عبارت است از دوران فعلی که نیروهای اپوزیسیون یا همون نیروهای برانداز، یا من میبینم در ادبیات نوشتاریتون شما از واژه انحلال طلب استفاده میکنید، میبایستی بتونن اون از اون درجه از توان عملی برخوردار باشن که به چنین هدفی دست پیدا بکنن. چون یک نکته هم ما نباید فراموش بکنیم و اون این که عنصر زمان عنصری نیستش که به خواست ما در واقع عمل بکنه و ما هستیم که میبایستی بنا به مقتضیاتی که زمان داره به عنوان تغییرات تحولات به وجود میاره قدری سرعتمون رو کم و زیاد بکنیم، نقشه ها و پلن هایی رو که داریم تغییر بدیم تا بتونیم جواب بدیم به اون چیزی که نیاز واقعیت بیرون از ذهن ما هستش. و به همین خاطره که ما در شرایطی که الان میبینیم، چون ببینید من در مورد اصالت چنین کاری به هیچ عنوان صحبتی ندارم، یعنی کمترین انتقادی بر این که چنین کنگره‌ای میتونه چه فایده هایی در بر داشته باشه ندارم، منتها فایده هایی که همونجور که گفتید گوهری است، ذاتی هستش، فایده هایی که به نظر من کمک میکنه به فریخته سازی سیاسی بسیاری از ایرانیانی که حول محور سکولاریسم یا دموکراسی میخوان با همدیگه پیوندی بخورن. ولی که زمانی که ببینید به این رو بسیاری از نیروها به خصوص نیروهای کنشگر و به ویژه نیروهای کنشگر داخل کشور برای ما مطرح میکنن، برای ما که این امکانات و رسانه ها رو در اختیار داریم و میتونیم ابتکار عملهای مثل همین ابتکار کنگره‌ای که شما الان دارید پیاده میکنید رو اجرا بکنن، که آقا جواب مشخص شما به آنچه که در ایران داره میگذره چیست؟ اگر دوباره شما تصور بکنید جناب نورعلا که دست نظام جمهوری اسلامی اونقدر باز شده، این انتخابات رو یه نمودی هم از این میتونیم ببینیم دیگه، که میتونه بره و گنجیش که قلابی اصلاحات رو بیاره رنگ کنه به عنوان بلبل.
این جناب نوری علا که وقتی رژیم اینقدر صحنه رو خالی میبینه و با دست باز داره این گونه عمل میکنه و یا اینکه ما سناریوهای وخیمتری مثل احتمال سرسختی ایران در پرونده اتمی، رفتن به سمت تحریم‌های بیشتر، محاصره دریایی و برخورد نظامی رو در پیش روی خودمون داریم، آیا فکر میکنید بتونیم واقعا با فراخ بال همچنان به اصطلاح روش‌ها و تکنیک‌هایی مثل ایجاد کنگره‌هایی که قرار هست صرفاً به همفکری بپردازن و محلی برای پالایش مفاهیم، ایده‌ها باشن رو واقعاً افورد بکنیم، به قول فرنگی یا تقدیم خودمون بکنیم و بعد هم به عنوان یک نیروی سیاسی مسئول شناخته بشیم همزمان؟ از کنم حضورتون که نمیدونم جواب من البته منفیه، یعنی این که آنچه که شما میخواهید به نظر من در مقدورات این اپوزیسیون نیست. هادی خرسندی یه جمله مشهوری داره، میگه که ما 2500 سال تاریخ و نیم ساعت تأخیر داریم. در اول برنامه هاش اینجوری ما دچار این تأخیر تاریخی هستیم. 32 سال دست روی دست هم گذاشتیم، 4 سال پیغام دقیق و روشن مردم ایران رو آویزه گوشمون نکردیم و حالا یه مرتبه میخواییم برای همه مشکلات ملت ایران پاسخی در جیب خودمون داشته باشیم، بدون اینکه اصلا معلوم باشه که ما کی هستیم که میخواییم کار بکنیم. ما عرض کنم که یک اردوگاه متفرقی، فکر کنید عین صحرای محشر، هر کسی یه چتر زده، یه چادری زده زیرش گرفته نشسته و در یک منطقه راحتی هم نشسته، عادت کرده، نمیخواد که راحتی خودش رو از دست بده. بله. داره کار روزانه‌ش رو میکنه، صبح میره مثلا سر کارش، عصر بعد میگه شامش رو میخوره، 2 ساعت هم میشینه پای کامپیوتر و میخواد که فعالیت سیاسی بکنه. و نمیخوادم که این وضع رو به هم بزنه. هیچ گونه تغییری رو، یعنی وضع موجود بسیار براش مطلوبه. بله. هم وجدانن راحته که فعالیت سیاسی بکنه. خب در این موقعیت میگه چه کار دیگری از دست ما خارج است جز این که سعی بکنیم که نیروهای سکولار دموکرات رو با هم جمع بکنیم، اون لااقل اون شورای امنیت رو بتونیم تشکیل بدیم. اگر شورای امنیتی وجود داشته باشه، اون وقت وقتی که ما به زنگاه‌های تاریخی معینی میرسیم، لااقل میدونیم یه مرجعی وجود داره که دارن فکر میکنن. و در این حال همونطور که اون سازمان ملل نمیدونم یونسکو داره، یونیسف داره و غیره، این تشکل کنگره هم میتواند از دلش یه تشکل چتر مانند وجود بیاد و انواع اقسام اتاقهای فکر که بتوانند در اون اتاقها برای مسائل مختلف مردم ایران راه حل پیدا کنند. من هیچ راه حل، هیچ کلید طلایی توی جیبم ندارم که مسائل ایران رو بخواد الان حل بکنه. ما دچار این تأخیر هستیم، ولی در این حال زندگی به امید و تلاش وابسته. خب پس به نوعی میشه گفت که ما به واسطه اینکه اون کار اساسی رو که لازم هستش، مثلا به قول برخی برای نجات کشور، نجات میهن، نجات ایران از این اصطلاحاتی که به کار میبرن، چون نمیتونیم اون رو انجام بدیم، بنابراین اکتفا میکنیم به این حداقلی که میتونیم انجام بدیم. درسته؟ نه، اکتفا نمیکنیم. ما در راستای متحد کردن، عرض کنم که سکولار دموکرات های انحلال طلب حرکت میکنیم، لحظه ای هم بسنده نمیکنیم به اون وضعیتی که هستیم. هر روز میخواهیم جلوتر بریم و آرزوی اصلی ما، هدف اصلی ما، ایجاد یک آلترناتیوی است که از اعتماد و حمایت مردم ایران برخوردار باشه. بسیار خوب. این آلترناتیو شکل مشخصی میبایستی به خودش بگیره. ببینید اتفاقا خود جناب عالی در اون مقاله‌ای که من بهش اشاره کردم، در پیامی که برای حزب مشروطیت داده بودید، در ادامه همون پاراگرافی که من قرائت کردم اینطور میارید: در تمام جوامع پیشرفته و متمدن که نگاه میکنیم، میبینیم که کار سیاسی زیر سقف احزاب انجام میشود، اما نوبت به ما که میرسد عکس آن اتفاق میفتد و هر کس که خیال میکند سرش به تنش میارزد، مدعی میشود که حزبی نیست. ببینید جناب نوری علا، من لیستی در مقابل خودم دارم که چند تا از تشکل‌ها، اسمشو من میذارم تشکل به صورت خیلی عام، منظورم گرد همایا هستش. گرد همایای ایرانیان رو ما داریم در طول این سالهای گذشته، مثلا 10-15 سال گذشته. من 3-4 تاشون رو نام میبرم که اخیر هستن. شورای ملی به طور مثال، ببینید اسمش هستش شورا.
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی. اسمش هست اتحاد، اتحاد جمهوری خواهان، که حالا میدونیم در دل خودش تازه شعباتی هم داره، ولی بازم اتحاده جمهوری خواهان لایق و دموکراتیک. به طور مثال یا شما اسم بردید از جمعی که فعالیت دارید، شبکه سکولارهای سبز. من تعجبم از اینه جناب نوری‌الله، چرا شما خود شما هم اینجا میگید که آنچه که جوامع متمدن کردن زیر سقف احزاب بوده، چرا ما ایرانی ها حتی در مقطع فعلی میخوام عرض بکنم که مقطعی هستش که هنوز در یک جامعه دموکراتیک نیستیم و میخوام مانع اصلی برای ساختن این جامعه دموکراتیک رو که رژیم جمهوری اسلامی هستش از سر راه برداریم، چرا نیاییم سراغ اون چارچوب، شکل بندی، قالب بندی که در تمام دنیا تجربه شده، در طول تاریخ سیاسی تحولات مختلف تجربه شده. ما حتی وقتی مراجعه میکنیم به کنگره‌ای که نلسون ماندلا بر سرش بود، میبینیم که درست اسمش کنگره هستش ولی شکل مشخص حزبی داره، دبیر کل داره، کمیته مرکزی داره، عرشبت سلول های مختلف داره، تمام اون چیزی که ساختار یا دیاگرام یک حزب رو تشکیل میده رو دارن. ما چرا نمیبایستی برای نجات میهنمون، برای آموزش دادن به نسل بعدی و همینطور تمرین کردن داستان تعذب، چرا نمیبایستی از این قالب های متفاوت شورا و اتحاد و شبکه و غیر و ذلک خارج نشیم و نیاییم به صورت مشخص بر سر این شکل تجربه شده تاریخی که حزب هستش متمرکز بشیم؟ من با شما هم عقیده نیستم که خروج از اون اشکال باید منجر به تشکیل حزب بشه. به نظر من حزب اساساً تعریفش این است که نامزد حکومت برای یک دوره معین، در حالی که مسئله سکولار دموکراسی مسئله دائمیه، مسئله مجلس مؤسسانیه، مسئله قانون اساسیه و این رو نمیشه با حزب حل و فصل کرد. فقط باید دید که واقعا این کوشش هایی که اسم اتحاد و شبکه و شورا اینا روی خودشون میذارن تا چقدر به این اسم وفادارن و به اون عمل میکنن. و واقعا ما اگر داشتیم اصلا نیازی به این کنگره نبود، اگر که ما تشکلی رو داشتیم که میتونست اینطور عمل بکنه. شما نمونش رو چون ذکر کردید اسم رو، من صحبتشون میکنم اخیرترینشون که همین شورای ملی باشه. خب وقتی این شورای ملی قرار شد که درست بشه، خیلی امیدها رو برانگیخت که بالاخره ایرانی ها میخوان دور یک محوری جمع بشن با هم دیگه و کار سیاسی مشخص بکنن. اما صرف نظر از سکسکه هایی که در کار شکلیش به وجود آمد، الان معالن وقتی که نگاه میکنید این شورا دیگه شورا نیست. این شورا میگوید که ما یه تشکل سیاسی هستیم که یک آلترناتیو نیستیم، دو فقط میخواییم بریم دنبال انتخابات آزاد. خب این فقط شد یک گروه سیاسی مثل گروه های سیاسی دیگه و بعد میان میگن که مثلا این کنگره که شما دارید درست میکنید موازی سازی با شوراست، در حالی که اصلا اینطور نیستش. ما نه به انتخابات آزاد به وسیله حکومت اسلامی به خصوص اعتقاد داریم و نه اینکه پرهیز میکنیم از اینکه بگوییم که آرزوی ما آلترناتیو سازی هستش. ما حرکت میکنیم به اون طرف. این بقیه هستن که خیز ور میدارن برای اینکه آلترناتیو بشن و در نتیجه فرو میفتن به یکی از احزاب یا گروه های سیاسی دیگر. بله. ببینید الان در خارج از کشور اگر که ما بخوایم دنبال آلترناتیو بگردیم، تنها گروهی که میتونه مدعی باشه که من آلترناتیو هستم این شورای ملی مقاومت مجاهدین هستش. و اگر که ما بخوایم متهم بشیم به موازی سازی، باید تصدیق بکنیم که بله ما داریم در مقابل شورای ملی مقاومت موازی سازی میکنیم. و دلیلش هم اینه که شورای ملی مقاومت در ارزیابی ما یک سازمان سکولار دموکرات نیست، علارغم اینکه ادعا میکنه که هست. بله. اما تا زمانی که اسم نمیدونم جمهوری اسلامی، رئیس جمهورش نمیدونم زیارت امام حسین صبح شب میکنه و غیره، ما این تشکل رو یک تشکل سکولار دموکرات نمیدونیم، به خصوص حالا که دیگه در درون خود این شورا هم شکاف افتاده است. آقای دکتر قسیم و آقای محمدرضا روحانی به عنوان دو چهره برجسته این شورا آمدن بیرون. در نتیجه اگر موازی سازی کنگره ما داره با یک آلترناتیو
دیگر که مدعی آلترناتیو بودن هست موازی سازی میکنه و در این حال مدعی اینه که یه چتریه که تمام گروه های سکولار دموکرات میتونن بیان و با همدیگه در زیر اون چتر صحبت بکنن. جناب نوریالا، خود شما این اگر این ادعا رو یه کسی مطرح میکنه، شما خود شما یا این رو تایید میکنید که کنگره قرار هستش مثلا یک موازی سازی برای نمیدونم شورای ملی مقاومت یا آلترناتیو باشه؟ من تکذیب میکنم این مطلب. بله. رو من عرض میکنم که آرزوی ما اینه که شورای ملی هم بیاید و این کنگره رو حمایت بکنه، حتی در پنل سوم که روز یکشنبه صبح ما هست و نمایندگان تشکل‌های فرا ایدئولوژیک فرا حزبی میآیند مینشینند و به عنوان افراد سکولار دموکرات عرض کنم که نگاه خودشونو برای آینده سکولار دموکراسی در ایران مطرح میکنن، شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی هم بیاین بشینن و در اون پنل نظرات خودشون رو بیان بکنن. حالا که سخنگوی گروهی هم هستن، از جانب اون گروه سخن بگن و با بقیه همجنسان خودشون از لحاظ سکولار دموکراسی بنشینن و تبادل نظر بکنن. بنده به عنوان شخص خودم نمیتونم برم توی شورای ملی ایشون، به خاطر اینکه من معتقدم باید برم عضو یک آلترناتیو بشم و اصلا برای من اهمیت نداره مسئله انتخابات آزاد تا زمانی که این حکومت فروپاشی نکرده باشه. بنابراین من شرایط عضویت در شورای ملی رو ندارم، ولی شورای ملی و شخص شاهزاده تمام شرایط رو برای اینکه در چنین کنگره حضور پیدا کنن دارن. بسیار خوب، ولی من این رو هم میخوام به عنوان پرسش آخر در این حوزه مطرح بکنم و این پرونده رو ببندیم اگر موافق باشید. آیا فکر نمی کنید که این ماجرای ساختن شورا، اتحاد، شبکه و غیره سوای از این که به دنبال چه هستن، یکی از دلایل ضعف اساسیشون این استش که اون ساختار لازم برای پیشبرد یک پروژه مشخص رو ندارن، مثل یک ساختار یک حزب سیاسی متداول و معمول به طور مثال؟ هم آره هم نه. ببینید، من فکر میکنم مشکل اصلی ما در خارج از کشور این است که ما دارای منافع مشترک نیستیم، دارای افکار مشترک هستیم ولی هیچ کدوم نفعی منافع اون مشترک نیست. مثلا اگر تلویزیون اندیشه بسته بشه من بهم ضرری نمیخوره، میگم خب آقای دکتر عرفانی کارش از دست داد. بله. در داخل کشور اما اینطور نیست، یعنی در داخل کشور مردم از لحاظ تجانس از کنم که منافع خودشون هستش که به گروه ها و احزاب میتونن بپیوندن. بنابراین ما با یه مشکل اساسی روبرو هستیم. آدم تمام وقت نداریم، پول نداریم. عرض کنم که شما نگاه بکنید که ما همین کنفرانس واشنگتن رو که در پیش داریم، خب آمدیم واشنگتن رو انتخاب کردیم که بین راه مثلا لندن و پاریس از یک بر و غرب امریکا از طرف دیگه باشه که در واقع یه نوع عدالتی رو برقرار کرده باشه. ولی از هر دو سو که نگاه بکنید طرف باید $1,000 خرج بکنه که دو روز بیاد توی واشنگتن بشینه صحبت بکنه. از اون پولا هم نداریم که بگیم که هر کی بیاد ما خرج بلیتش رو میدیم و نهار و شامش هم با ما و هتلش هم با ما بگیم و بخندیم و تموم بشه بره. بنابراین ما دوچار کمبود منابع مالی و منابع انسانی هستیم. اما فکر میکنم که اگر جرقه این کار زده بشه و دیده بشه که یک عده صمیمانه میخوان این کار رو انجام بدن، بسیاری از ایرانیان هستند که عشق به کشورشون هنوز در رگ‌هاشون جریان داره و آماده خواهند بود برای اینکه به سهم خودشون هر چقدر که باشه، اگر یک کسی متخصص کشاورزیه، یکی متخصص صنعت، هر کسی در حوزه کار خودش میتونه این کنگره و تشکیلاتی رو که از در این کنگره بیرون خواهد آمد کمک بکنه. بسیار خوب. به هر حال این رو من از قبل بگم که اگر من در تلویزیون اندیشه باشم، جناب نوریالا، بعد از چند ماه که این کنگره گذشت به سراغ شما خواهم اومد و به قول معروف با هم دیگه به بیلان کاری نگاه خواهیم کردش که بتونه آموزنده باشه. اما بخش سوم که شوربختانه باید خیلی هم کوتاه باشه، مربوط میشه اتفاقا به موضوعی که شما اشاره کردید. ما در تلویزیون اندیشه تلاشمون بر این هستش که اگر بتونیم یک سلسله بحث‌هایی رو به راه بیاندازیم
که کاملا در پیوند با موضوعات مختلف مورد گفتگوی ما امروز هستش، یعنی آسیب شناسی اپوزیسیون. و من تاکنون در طول هفته‌های گذشته با چندین نفر صحبت کردم، فرصت بوده برای در میون گذاشتن این موضوع که در این سلسله بحث ها از صاحب نظران دستن در کاران بخوایم که بیان و با همدیگه همفکری بکنیم برای یافتن اون نقطه ضعف هایی که اجازه نداده به اپوزیسیون در طول نمیدونم 3 دهه گذشته بتونه آنگونه که شایسته بوده واقعا برای ایجاد تغییر در کشور، برای تغییر رژیم هر چی که اسمش هست عمل بکنه. میخواستم نظر شما رو در این مورد جویا بشم که آیا فکر میکنید در کادر یک برنامه البته دارای ثبات و تداوم در تلویزیون، در تلویزیون اندیشه بشه به این موضوع پرداخت و تا چه حد یک چنین کار رو جناب عالی مفید میدونید؟ از کنم که من همیشه فکر کردم که در این عالم تفرقهی که ایرانیان قرار بود فردوسی تخم سرخن رو پراکنده کنه، حالا اصلا تخم ایرانیان پراکنده شده. یکی از دوستانم میگفت رفته بودم به یه شهر دوردستی در خود به شمال، دیدم یه عده ایرانی وجود دارن فارسی حرف میزنن. پس کنم که تنها رشته پیوند و نخ گردنبند به نظر من این رسانه های دیداری شنیداری هستن که در رأس اونها همواره تلویزیون اندیشه قرار داشته و من فکر میکنم که تنها از این راهی که ما میتونیم افکار خودمون رو بیاریم در تخالف با هم، تضاد با هم، هماندیشی با هم، بتونیم اینها رو در مقابل مردم بگذاریم و اجازه بدیم که مردم حرفها رو بشنوند و اون چیزی که فکر میکنن درسته انتخاب بکنن. وگرنه من در اتاق خودم بنشینم و هفته یک مقاله بنویسم، خب یا خوانندگان دارم برای خودم خواننده ای که میشینه مقاله منو نگاه میکنه یا رو اینترنت نگاه میکنه، اما هر باری که مثلا من در برنامه تلویزیونی حضور پیدا میکنم بلافاصله بعدش میبینم که چه عکس العملی رو از جاهای مختلف همین کنگره ما که اعلام شده. باور بفرمایید یکی از دوستان ما دیروز به من تلفن کرد بود، مسئول این سایت ما، میگفتش که من میخواستم 4 صبح تو رو بیدار کنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه تو نمیدونی همینطور دارن از یزد و اصفهان و مشهد تبریک میگن تشکیل این کنگره. و خب این نشانه اینه که رسانه ها مهمترین نقش رو در تعیین آینده ایران بازی خواهند کرد. بسیار عالی. و جناب عالی چه توصیه‌ای دارید برای اینکه یک چنین برنامه‌ای اگر قرار باشه در تلویزیون اندیشه انجام بشه، آیا توصیه خاصی دارید که به عنوان، به هر حال من همیشه میگم که ما از خرد جمعی می‌خوایم بهره ببریم در پیشبرد مدیریت تلویزیون اندیشه و بسیار خوشحال خواهم شد اگر شما هم نکته خاصی رو دارید که فکر کنید کمک بکنه به بهبود پیشبینی های لازم برای چنین کاری، این رو با ما در میون بگذارید. من فکر میکنم که تنها توصیه ای که میتونم بکنم اینه که واقعا شما آگاه و همیشه آگاه باشید نسبت به وظیفه یک رسانه. یعنی به محض اینکه شما جانبگیری بکنید، طرف یک بخش از جامعه رو بگیرید و سخنگوی مبلغ یه فکر بشید، به نظر من ارزش خودتون از دست دادید. اما تا زمانی که بتوانید عرض کنم که یک پلتفرمی رو ایجاد بکنید که نظرهای مختلف درش ارائه بشه، حالا نه تنها از لحاظ عرض کنم که سیاسی، حتی در امر فرهنگی هم. مثلا شما میبینید یک تلویزیونی اصلا با شعر نو بده، یکی دیگه فقط مثلا شعر نو میکنه. یعنی این نوع تعادل رو ایجاد کردن در زمینه‌های مختلف در یک رسانه میتواند به پرورش عرض کنم که بینندگان و شنوندگان فرهیخته تر کمک بنده باشید. پس جناب ریالو، من در پایان برنامه معمولا از میهمانانی که در نظر دارم در این گفتگوها شرکت بکنن قول حضورشون رو میگیرم. آیا میتونم رو شما حساب بکنم برای منظور؟ عرض کنم حضورتون که اولا من خواستم گله کنم که شما چرا گفتین 3-4 ماه دیگه میام سراغه. عرض کنم و ما احتیاج داریم به این که جریان این کنگره به اطلاع مردم برسه. ما الان داریم وسائل فراهم میکنیم که بتوانیم این 2 روز کنگره رو به طور زنده روی اینترنت پخش بکنیم و امیدوارم لااقل یه بخش هایش از تلویزیون اندیشه هم که همیشه حامی این نوع فعالیت بوده پخش بشه. بله. و در این حال
با کمال میل و خوشحالی آمادگی خودم رو برای شرکت در این گونه مناظرات اعلام می‌کنم. سپاسگزارم. حتما در رابطه با کنگره هم ما اینجا به فراخور برنامه‌هایی که داریم و امکان‌هایی که در اختیار داریم، چون باور به اصطلاح مدیریت تلویزیون اندیشه بر این تعدد آرا رو نمایش دادن و حمایت کردن هستش، قطعاً به اونم خواهیم پرداخت. اما همونطوری که برنامه رو جناب نوری‌علی عزیز یه مقدار متفاوت آغاز کردیم با اون تصاویر بسیار گویای تحول در نظام جمهوری اسلامی، من میخوام متفاوت هم ببندیم. من زمانی که نگاه میکردم دیدم یک صفحه ویکی‌پدیا هستش که کارهای عمدتاً فرهنگی و هنری شما رو معرفی میکنه و به اون سابقه به اصطلاح فرهنگ ادبیتون اشاره میکنه. در یه جای اومده بود چون ویکی‌پدیا برخی مواقع در برگیرنده اطلاعات نادرست هم هست، اول میخوام چک بکنم بعد این رو بپرسم. اومده بودش که شما در بین ماهای مه تا آذر 1347 در مجله فردوسی با عنوان ماهیار، در واقع از این اسم ظاهراً استفاده میکردید، نوشته هایی رو تحت عنوان درباره جوانان داشتید. اول به من بگید آیا این اطلاعات که اونجا هست درسته؟ درسته. بسیار خوب. سوال آخر من که با اون برنامه رو میبندیم این هستش جناب نوری‌علی. من نمیدونم، چون اون موقع من 3 سالی بیشتر نداشتم و بنابراین نخوندم مقالات شما رو، ولی میخوام بپرسم که اگر امروز این ماهیار میخواست برای جوانان چیزی بنویسه در یکی از این نشریات، چه مینوشتش؟ عرض کنم که من همیشه برای جوانها نوشتم. من فکر میکنم امروز در تصرف پیر مرد پیر زن هاست، اما آینده در تصرف جوانانه و اگر که شما به آینده بیاندیشید باید با جوانها صحبت بکنید. من در حال حاضر نمیتونم دقیقا بگم که چی مینوشتم، ولی فکر میکنم، ببینید، من یک روزی مرحوم دکتر صدیقی که استاد بزرگوار من بود من رو صدا کرد و گفتش، من اون موقع تو دانشکده علوم اجتماعی درس فرهنگ ایران میدادم، به من گفتش که ما در این دانشکدمون درس جامعه شناسی دین نداریم، تو حاضری که بری به فرنگستون این درس رو بخونی و بیایی و این درس رو اجرا بکنی؟ من گفتم با کمال میل. و ایشون ترتیبی دادند با آقای دکتر مجیدی رئیس سازمان برنامه که رئیس من بودن صحبت کردند و قرار شدش که حقوق من رو بدن به جای بورس و من برم به انگلستان و درس بکنم. بله. و درست در ماهایی که آماده میکردم خودم رو برای دفاع از تزم، انقلاب اسلامی رخ داد و اولین جایی رو هم که بستند عرض کنم که دانشکده علوم اجتماعی بود. که هنوزم این نفرت از علوم اجتماعی و علوم انسانی با این حکومت هست. در نتیجه من احساس کردم که ملت من یه خرجی برای من کرده که من برم یه درسی رو بخونم و به اون جوانان اون درس رو منتقل بکنم. و درست در لحظه ای که این کار میخواسته بشده چنین اتفاقی افتاده است. به همین دلیل اساسا با همراه با خانم شکوه میزادگی تصمیم گرفتیم که بیایم برنامه تلویزیونی درست بکنیم. ما الان تا حالا شاید حدود 400 تا برنامه تلویزیونی داریم که روی یوتیوب هست و تمام صحبت من با اون شاگردانیه که از من دریدشون کردن و الان در ایران هستن و من میتونم از طریق دوربین شما و رسانه شما و بقیه جاها باهاشون صحبت بکنم. من دارم اون کلاسایی رو که نگذاشتن برقرار بکنم از این طریق برقرار بکنم. بنابراین نظر صحبت من با جوانانه، صحبت من این است که ای جوان عزیز، شما تا موقعی که به معنای سکولار دموکراسی پی نبری، به معنای پلورالیسم، به معنای تساهل پی نبری، مملکت ما دوچار همین آشفتگی و بدبختی هست. و اون ماهیار که حالا پیر شده و فرسوده شده، به نظر من دلش همچنان با همون جوانها میتپه و آرزوی موفقیت اونها رو داره. زنده باشید. پیر شاید ولی فرسوده هرگز، جناب نوری‌علی عزیز، و برای شما بهترین آرزوها رو دارم. آرزوی موفقیت، سلامت و همینطور
کامیابی در امر برگزاری این کنگره و قطعا ما هم به سهم خودمون در اطلاع رسانی پیرامون آنچه که داره میگذره تلاش خواهیم کرد. از شما در پایان برنامه سپاسگزارم و براتون روز و شبهای خوبی رو آرزو مندم. خیلی ممنونم. روز شما خوش. زنده باشید. بینندگان گرامی، بسیار تشکر میکنم از توجهی که به این برنامه کردید. رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، یعنی حدود 25 دقیقه دیگه، میتونید شاهد برنامه جدید ما ایران در آینه رسانه ها باشید که نگاهی میکنه به آنچه که پیرامون کشورمون گفته شده توسط کارشناسان، تحلیلگران و روزنامه‌نگاران در رسانه های مختلف جهان، همراه با مروری بر مهمترین تیترهای مطبوعات داخل کشورمون. با سپاس تا گفتگوی هفته یکشنبه آینده، برای شما روزها و شب‌های خوبی را آرزومندم. پایدار و پیروز باشید.